وضع پخش دارو تو داروخونه ها رو که ببینین متوجه میشین که نظام حاکم چجوری داره مردم رو وادار به دروغ گفتن و وارد شدن در چرخه اقتصاد قاچاقی و بیمار خودش میکنه. قیمت روش 23,000 تومان خورده، ولی چیزی که شرکت به من داده و من باید بفروشم 25,070 تومان هستش و اتفاقی که میفته این هستش که من مجبور هستم با یه ماژیک روش خطی بکشم. اینی که اینجا 5 تومان چسبوندین زیرش 4 تومان. زیرش 4 تومان خورده، بله مجبوریم این کارو کنیم چون اینو مریض ببینه دار درگیری پیش میاد، بالاخره مشکل پیش میاد. مشتری میاد اینجا شاکی از دست ما، ما چیکاری از دستمون برمیاد؟ گرون میخریم گرون میفروشیم. قیمت روی جنس خورده 9 تومن ولی ما مجبوریم اتکت بچسبونیم 10,500. مشتری این تفاوت قیمت رو میبینه، برای ما خیلی مشکل پیش اومده. اون چه که بر روی جعبه ها و بسته‌بندی های دارو قید شده لزوما قیمت نهایی و آخرین قیمت مسبب نیست و ممکنه که قیمت قدیمی متعلق به گذشته باشه. آنچه که ملاک هست قیمت هایی هست که در سامانه اطلاعات داروی سازمان غذا و دارو به روی رسانی شده و در اختیار همه عزیزان هست و قابل جستجو و بازیابی هست. هر مشتری دارویی آخه میره به سایت سازمان غذا و دارو سر میزنه ببینه قیمت دوایی که میخواد بخره چنده. چی بگه آدم؟ به کی بگه آدم؟ قیمتی رو که رو جنس خورده آدم نگاه میکنه پولش رو میده. کجای دنیا میگن اون قیمت که رو جنس خورده درست نیست؟ برین توی سایت وزارتخونه بعد بگردین قیمت جنس رو اونجا نوشتین، بین 60,000 رقم جنس پیدا میکنین انشالله که یه بسته 20 تا نوروفین چنده تو داروخونه سر کوچه‌تون. بعد این مشکل رو چرا فقط شما برای مردم ایران دارین؟ چرا برای بیمارستانهای مجانیتون تو آفریقا و عراق و لبنان ندارین؟ دود از کله آدم بلند میشه وقتی میشنوه 200 تن دارو فقط برای 3 هفته مصرف میفرستین واسه راهپیمایان 40. خدماتی که امسال توسط مرکز پزشکی حج برای 40 امسال در نظر گرفته شده، طول مدت خدمات از 8 صفر هست تا پایان ماه صفر حدود 2,000 نفر در ایام 40 با تیم پزشکی ما همکاری میکنن که شامل پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران، تکنسین های دارویی، تکنسین های اورژانس، امدادگران و نجاتگران و عوامل خدماتی که در این ایام در خدمت زائرین خواهند بود. کل دارویی رو که ما امسال در نظر گرفتیم حدود 200 تن دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی است که شامل 400 قلم دارو و 80 قلم لوازم مصرفی است. تازه وزیر بهداشت که مسئول این وضع بهداشت و درمان مملکته خیلی بالاتر از اینا امکانات میدن ایشون به راهپیمایان 40، یعنی به پرچمی که به اسم 40 حکومت میبره بالا و مردم اگه سینه بزنن از همه چیز مجانی برخوردار میشن. 21 مهر 97 در مراسم بدرقه کاربان بهداشت و درمان 40 حسینی، هاشمی وزیر بهداشت گفت 17,000 نفر درگیر خدمت، 900 آمبولانس و تقریبا 10,000 نفر متخصصان، پزشکان و پرستاران آماده به خدمتند و چه در داخل عراق و چه در نقاط مرزی دارو و تجهیزات و نیروهای پزشکی وجود دارد. ببینید همین اول مهر یه ویدیوی پخش شد که وزیر بهداشت رو نشون میداد با مرد محترمی که با 1,000 تلاش تونسته بود خودش رو به جناب وزیر برسونه و کمک بخواد. خاک بر سر من و مملکتی که این وزیر بهداشت داشت.
مملکت حکومت مستضعفین. این جواب خب کفر خیلی رو در آورد، از جمله دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جوندی شاپور که یه هفته بعدش همین جناب وزیر تشریف برده بودن اونجا جلسه داشتن، یکی از دانشجوها یقش رو سر همین موضوع گرفت. مشکل از روزی شروع شد که این نگاه دلسوزانه جای خودش رو به نگاه اشرافیگری و از بالا به پایین داد و پزشکی که باید خودش رو خادم مردم بدونه، اونها رو به چشم ابزار تجارتی خودش میبینه و مورد تحقیر قرار میده. و جناب آقای هاشمی، ما شما رو به عنوان وزیر بهداشت عامل اصلی ترویج این نگاه اشرافیگری میدونیم. شما پیرمرد زحمتکشی رو که بهتون پناه آورده و ازتون تقاضای کمک داره مورد تحقیر و تمسخر قرار میدید و از اون میخواید که خودش مشکلش رو برطرف بکنه و با این کارتون جامعه فیزیوتراپی میکنید. از دیگر سو امروز ویروسی که به جان مردم افتاده و اونها رو داره اذیت میکنه مشکل کمبود شدید داروه و بی تدبیری شما باعث شده انبارهای داروخونه ها پر بشه از داروهایی که سرنوشت اونها به قیمت دلار بستگی داره. یه انتقادهای دیگه هم میکنه این دانشجوی معترض که حالا دیگه فرصت نداریم تو این برنامه بهش بپردازیم، منتها به همون صحبتایی که کرد جناب وزیر بهداشت جواب میده. کم خدمت شد، کم پزشک فرستاده شد، کم تجهیزات رفت، کم خونه بهداشت بالغ بر 7000 خونه بهداشت و مرکز بهداشتی ساخته شد و 24-5000 تخت بیمارستانی درست شده. کجا توی کشوری که کل تختاش 85000 تا بوده است زمان مادها تا موقعی که ما اومدیم سر کار، یه ذره انصاف داشته باشید. مگه ما کی هستیم؟ سابقه همونو گفتیم. تو چه زندگی بزرگ شدیم؟ اعتقادمون چی هست؟ از کجا رأی گرفتیم؟ تو کدوم دولت هستیم؟ خب شما هم تکفیری هستید، چرا تکفیری ها رو باشون مخالفید؟ مگه ما رو تکفیر نمی کنید؟ میگه ما اشرافی هستیم، میگید ما آدمای واداده هستیم، ما آدمایی هستیم که بالاخره دنبال رابطه با آمریکا و اروپا و اینا هستیم. ما سابقمون همه مشخصه، امروز هم که اینجا وایستادیم به خاطر خجالت از شهدا و خانواده شهدا و خون اونهاست. دست بردارید، کشور رو نابود میکنید، ننگش به نام شما سخت خواهد شد اگه ایران تجزیه شه. شوخی نداره، گذشت 10 سال پیش 20 سال پیش. اینجوریه در جواب دانشجو که میگه چرا وضع دارو و درمان توی مملکت به این فلاکت رسیده، میگه اگه ایران تجزیه بشه ننگش به نام شما سخت خواهد شد. چی به چی ربط داره واقعا؟ این تحصیل کرده ترین عضو کابینه رئیس جمهور حقوقدان جمهوری اسلامی است.